سرخط خبرها. حمله بر ریاست پاسپورت، وزارت داخله میگوید حمله را خنثا کرده. وزارت انرژی و آب طالبان بندهای بزرگ میسازیم و آب را باطل معامله میکنیم. طالبان پیشنهاد 6 میلیون دلاری از سازمان ملل برای حفاظت از تاسیسات این سازمان را رد کرد. محکمه نظامی طالبان قبل از همه باید قانون را بر خود تطبیق کنیم. و آمریکا برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 3 مجوز تازه صادر کرد. با سلام و وقت بخیر به خبر امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت امور داخله تایید میکند که نیروهای این گروه از وقوع یک حمله در ریاست عمومی پاسپورت این وزارت جلوگیری کرده اند. عقل جان اوزام معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که پس از چاشت روز پنجشنبه دوی جدی یک حمله کننده میخواست که داخل ریاست پاسپورت شود، اما توسط نیروهای امنیتی شناسایی و هدف قرار گرفته است. او مشخص نکرده است که این حمله کننده انتحاری بوده است و یا نه، اما عقل جان اوزام تاکید کرده است که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. قبل از این اما منابع در داخل ریاست عمومی پاسپورت در صحبت با رسانه ها از وقوع یک انفجار خبر داده بودند. آنان تاکید کردند که در این انفجار که در قرارگاه ورودی ریاست عمومی پاسپورت رخ داده است، 3 نفر زخمی شده اند. این انفجار در حال به وقوع می پیوندند که بر اساس اعلام ریاست عمومی پاسپورت امروز نوبت به نیروهای طالبان بوده است. وزارت انرژی و آب میگوید 70% آب افغانستان هدر می رود و تلاش دارند کار ساخت بندهای بزرگ آب از سر گرفته شود. این وزارت گفته از این پس آب باطل معامله می شود. در ماه جولای سال جاری میلادی اداره ملی تنظیم امور آب دولت پیشین اعلام کرد شمار زیاده خمپاره توسط مسلح مخالفین دولت بر بند سلما در ولسوالی چشته ولایت هرات پرتاب شد. بند سلما یکی از بزرگترین پروژه های دولت پیشین در 20 سال اخیر بود. در دولت پیشین همزمان که سد کمال خان در ولایت نیمروز افتتاح شد، اشرف غنی گفته بود پس از این به ایران آب در مقابل نفت می دهیم. وزارت داخله میگوید گزارش ها در مورد پیشنهاد 6 میلیون دلار آمریکایی از سوی سازمان ملل در اعضای محافظت از تاسیسات این سازمان در افغانستان را رد کرده است. این وزارت روز پنجشنبه دوی جدی در توییت نوشته است که گزارش های منتشر شده حقیقت ندارد. وزارت داخله تاکید کرده است که تا کنون به صورت رسمی پیشنهادی از سوی سازمان ملل در این مورد مطرح نشده است. این در حالی است که اخیراً خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که سازمان ملل برای محافظت از تاسیسات خود در افغانستان پرداخت 6 میلیون دلار آمریکایی را به وزارت امور داخله یا طالبان پیشنهاد کرده است. طبق گزارش رویترز پول پیشنهادی به عنوان دستمزد ماهانه به نیروهای طالبان که از تاسیسات سازمان ملل محافظت می کنند پرداخت می شود. این پول در سال آینده به وزارت داخله یا گروه طالبان سپرده خواهد شد. مولوی عبیدالله رئیس محکمه نظامی دولت طالبان در نشست با ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله گفته است باید قبل از دیگران قانون را بالای خود تطبیق کنیم تا به مردم عدالت را نشان دهیم. آنان تصمیم گرفتند در اجرای احکام محکمه نظامی قاطعانه عمل شود. پیش از این ملا یعقوب خطاب به نیروهای خود گفته بود هر گونه تهدید و قتل افراد مخالف اهداف طالبان است و در صورتی که کسی با فرد دیگر منازعه شخصی داشته باشند، منازعه خود را باید از طریق محاکمه امارت اسلامی حل و فصل کنند. تا کنون هیچ گزارشی از مجازات افراد طالبان توسط محکمه های خود آنان منتشر نشده است. و خبر اخیر این که همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، وزارت خزانه‌داری این کشور 3 مجوز تازه را صادر کرده است تا ارسال کمک‌های بشردوستانه، کالاها و دیگر حمایت‌ها از مردم افغانستان را تسهیل کند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته در اعلامیه گفته است که این مجوزها جریان کمک‌های بشردوستانه را دوامدار نگه می‌دارد و به سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و دولت آمریکا اجازه می‌دهد که به افراد نیازمند در افغانستان کمک کنند. با گفته این وزارت، این اقدامات بر تعهد آمریکا برای حمایت از مردم افغانستان و ادامه رویه دیرینه دولت این کشور در مجوز دادن به ارائه کالاها و خدمات بشردوستانه به مناطق تحت تاثیر تحریم‌ها تاکید می‌کند. با این حال زبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و آنان را گام خوبی در جهت تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان یاد کرده است. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.